داستان دست شماره 27 از کتاب 4000 واژه The Spider and the Bird یعنی انکبوت و پرنده The Spider یعنی انکبوت and و The Bird پرنده The Spider and the Bird There was once a very big spider یعنی روز روزگاری یه یعنی انکبوت خیلی بزرگ وجود داشت ببین درواز یعنی وجود داشته بود Once یعنی روز روزگاری a very big spider یعنی یه انکبوت خیلی بزرگ very یعنی خیلی big یعنی بزرگ spider یعنی انکبوت بنابراین وقتی میگه there was once یعنی روز روزگاری وجود داشت a very big spider یه یعنی انکبوت خیلی بزرگ if a bug got into his web he would examine it یعنی اگه یه حشره توی طولش گیر میافتاد اونو بررسیش میکرد ببین if a bug اگه یه حشره if یعنی اگه bug یعنی حشره وقتی میگه ایف باگ bug اگه یه حشره got into his web یعنی توی تورش گیر میافتاد ببین got یعنی گرفتن into یعنی توی his web یعنی تورش یعنی تورش رو میگرفت منظوری که توی تورش گیر میافتاد، he would examine it کلمه examine یعنی معاینه کردن بررسی کردن. وقتی میگه he would examine it یعنی اونو بررسیش میکرد اونو او می میکرد حشره رو معاینهش میکرد however he didn't eat the bug right away اگرچه که اون حشره رو بلا فاصله نمیخوردش ببین however یعنی اگرچه که he didn't eat یعنی اون نمیخورد the bug یعنی اون حشره رو right away یعنی بلا فاصله بنابراین میگه however he didn't eat the bug right away اگرچه که اون حشره رو بلا فاصله نمیخورد he asked the bug a question first یعنی اون اول از حشره یه سوال میپرسید ببین هی asked یعنی اون میپرسید the bug یعنی از اون حشره a question. یه سوال first یعنی اول it was always quite a difficult puzzle. یعنی اون همیشه یه معمای مشکل بود یه معمای خیلی مشکل بود ببین it was یعنی اون بود موضوع اون سوال بود always همیشه کلمه کوایت یعنی خیلی دیگه یا کاملا دیفیکالت یعنی مشکل یا سخت پازل یعنی معما درسته وقتی میگه it was always quite a difficult puzzle یعنی اون همیشه یه معمای مشکل بود if the bug's answer was correct he let it go if not he ate it اگه جواب حشره درست بود میذاش بره اگه اینطور نبود اونو میخوردش ببین if یعنی اگه the bugs answer جواب حشره جواب اون حشره was correct یعنی درست بود کلمه correct یعنی درست he let it go میذاش اون بره ببین he یعنی اون منظور سپایدر یا انکبوته let it go اجازه میذاش اون بره بنابراین وقتی میگه he let it go یعنی میذاش بره if not اگه اینطور نبود he ate it یعنی اونو میخورد اون حشره رو میخورد One day یه روز a small bird on a journey flew into the spider's web یعنی یه پرنده کوچولو توی یه سفر پرواز رفت توی یه تور انکب بود ببین one day یعنی یک روز a small bird یعنی یه پرنده کوچولو on a journey یعنی توی یه سفر journey یعنی سفر دیگه flew into یعنی پرواز کن رفت توی the spider's web تور انکه بود اوکی؟ فقط بدونیم flew گدشته fly هست به معنای پرواز کردن the spider couldn't imagine eating a bird یعنی اون انکبوت نمیتونست تصور کنه که یه پرنده بخوره ببین the spider یعنی اون انکبوت couldn't imagine یعنی نمیتونست تصور کنه کلمه imagine تصور کردن دیگه eating a bird یه پرنده بخوره اوکی okay? it was so big یعنی اون خیلی بزرگ بود ببین it was یعنی اون بود منظور پرنده بود so big خیلی بزرگ so یعنی خیلی دیگه but his hunger was too great ولی گرسنگی اون خیلی شدید بود ببین بات یعنی ولی he's hungry گرسنگیش کلمه hungry یعنی گرسنگی وقتی میگه he's hungry یعنی گرسنگی اون واز یعنی بود too great یعنی خیلی شدید خیلی بزرگ he said to the bird یعنی اون به پرنده گفت and به پرنده گفت he said یعنی اون گفت he said to the bird یعنی اون به پرنده گفت if you cannot give me a specific answer I will eat you اگه به من یه جواب مشخص ندی من تو رو خواهم خورد ببین if اگه you یعنی تو cannot یعنی نتونی give me به من بدی A specific answer یه جواب مشخص کلمه specific یعنی مشخص یا معین دیگه I will eat you من تو رو خواهم خورد The bird left یعنی اون پرنده خندید کلمه left یعنی خندیدن دیگه The bird left اون پرنده خندید I could eat you یعنی من میتونم تو رو بخورم اوکی؟ یعنی خب پرنده براش خنددار بود دیگه خودش خیلی بزرگتر از انکبوت بود انکبوت میگه من تو رو میخورم اگه جواب من ندی بعد اینجا پرنده میخنده, میخنده میگه بابا من میتونم تو رو بخورم ببین The bird left پرنده خندید حالا میگه I could eat you من میتونم تو رو بخورم But the bird was actually scared ولی پرنده واقعاش ترسیده بود اوکی ببین بات یعنی ولی the bird یعنی اون پرنده was یعنی بود actually یعنی در واقع scared یعنی ترسیده اوکی بنابراین وقتی میگه بات the bird ولی اون پرنده was actually scared یعنی واقعا ترسیده بود در واقع ترسیده بود she had used all her energy trying to get out of the web okay. میگه اون استفاده کرده بود از همه انرژیش اوکی okay. داشت تلاش میکرد که از اون تور خارج بشه این از همه انرژیش استفاده کرده بود و داشت تلاش میکرد که از اون تور خارج بشه ببین she had used okay. کلمه یوز use یعنی استفاده کردن چون قبلش حد اومده هر موقع حد بیاد بعد قسمت سوم فل بیاد حد دیگه معنی داشتن نمیده حد معنی بودن میده اینجا وقتی میگه شی حد یوز یعنی اون استفاده کرده بود از all her energy از تمام انرژیش trying to داشت سعی میکرد که get out of the web که از تور خارج بشه ببین get یعنی بگیره out of the web یعنی بیرون تو رو منظورش اینه که بیرون تو رو بگیری یا از تو خارج بشه بنابراین یه بار دیگه she had used all her energy trying to get out of the web اون از همه انرژی استفاده کرده بود که از تو خارج بشه and a spider's bite can be very effective in killing animals و گاز یه انکبوت میتونه خیلی مؤثر باشه توی کشتن حیوان ها ببین اند یعنی و spiders bite یعنی گاز یک انکبوت bite یعنی گاز دیگه spiders bite یعنی گاز یک انکبوت can be میتونه باشه very effective یعنی خیلی مؤثر کلمه effective یعنی مؤثر دیگه این killing animals یعنی توی کشتن حیوانات. کیلینگ اینجا به این دلیل آینجی گرفته چون بعد این اومده همیشه بعد این اگه فعل بیاد فعل آینجی میگیره please don't eat me the bird said یعنی اون پرنده گفت لطفا منو نخور please یعنی لطفا دیگه خواهش میکنم don't eat me منو نخور the bird said اون پرنده گفت I would rather make a deal with you من ترجیح میدم با تو یه معامله بکنم با تو یه توافقی بکنم I would rather خب ما گفتیم would rather یعنی ترجیح دادن دیگه I would rather من ترجیح میدم make a deal توافق بکنم معامله بکنم خب ما تو درس قبل هم گفتیم دیل یعنی معامله یا توافق ولی وقتی میگی میک a deal یعنی معامله کردن یا توافق کردن بنابراین اینجا میگه I would rather make a deal with you یعنی من ترجیح میدم با تو یه معامله بکنم اوکی okay. The spider said یعنی انکبوت گفتش که باشه اوکی okay. if, if your answer is right I will let you go If not You must give me a gift حالا این داره چی میگن که بود میگه اگه جوابت درست باشه میذارم بری اگه نباشه تو باید من یه کادو بدی یه هدیه بدی ببین if your answer یعنی اگه جوابت is right درست باشه I will let you go من میذارم بری let یعنی گذاشتن یا اجازه دادن دیگه go هم یعنی رفتن اینجا وقتی میگه I will let you go یعنی به تو اجازه میدم بری if not اگه اینطور نباشه You must تو باید give me به من بدی a gift یک کادو بنابراین you must give me a gift تو باید من یه کادو بدی It must be something of great value یعنی یه چیزی باید با ارزش خیلی زیاد باشه ببین it must be یعنی اون باید باشه منظور کادوی کادوت بعد باشه something یعنی یه چیزی of great value با ارزش خیلی بالا کلمه میگه value به معنی ارزش هست great هم یعنی خیلی بزرگ دیگه وقتی میگه it must be something of great value یعنی یه چیزی باید با ارزش خیلی بالا باشه the bird said یعنی اینکه که پرنده گفت اون پرنده گفت you can pick anything you want to eat یعنی تو هر چیزی که میخوای رو میتونی انتخاب کنی. ببین You can. تو میتونی پیک پیک یعنی انتخاب کردم. انتخاب کنی anything. یعنی هر چیزی رو که You want to eat. تو میخوای که بخوری. یعنی هر چیزی که میخوای بخوری میتونی انتخاب کنی. I will find it for you. یعنی من رو برات پیدا خواهم کرد. I will find. I will find it. که ما میگیم I will find it. یعنی من پیداش میکنم for you. برای تو. The یعنی اون انکبوت قبول کرد The spider اون انکبوت agreed قبول کرد موافقت کرد Where can you take a trip to the coast, the desert and the mountains at the same time? The spider asked خب میگه اون انکبوت پرسید تو کجا میتونی در آن واحد به ساحل بیابون و کوستان سفر کنید Okay. ببین where can you یعنی تو کجا میتونی take a trip ببین trip یعنی سفر take a trip یعنی سفر کردن وقتی میگه where can you take a trip یعنی تو کجا میتونی سفر کنی تو the coast به ساحل the desert به بیابون and the mountains و به کوهستان ها at the same time در آن واحد at the same time یعنی در آن واحد کجا میتونی در آن واحد به ساحل بیابون و کوهستان ها سفر کنی The spider asked یعنی اسپایدر پرسید انکبوت پرسید یه بار دیگه When can you take a trip to the coast, the desert and the mountains at the same time? The spider asked The bird asked یعنی پرنده پرسید اون پرنده پرسید Does this place have earthquakes? یعنی آیا اون مکان زمین لرزه داره؟ ببین Does یعنی آیا This place یعنی این مکان Have داره Earthquakes یعنی زمین لرزه ها but the spider did not say anything ولی اون انکبوتی چی نگفت چیزی نگفت ببین بات یعنی ولی the spider اون انکبوت did not say نگفت anything چیزی did not say anything یعنی چی نگفت I can't see those places when I fly یعنی من وقتی پرواز میکنم میتونم اون ها رو ببینم ببین I can't see یعنی من میتونم ببینم those places اون مکان ها رو when I fly وقتی پرواز می کنم is the sky the right answers یعنی آیا آیا آسمون جواب درسته ببین is یعنی آیا است the sky یعنی آسمون sky یعنی آسمون دیگه the right answer جواب درست is the sky the right answer false said the spider یعنی انکبوت گفت غلطه false یعنی غلط دیگه فاس ده سپایدر سد ده سپایدر انکه بود کفی این غلطه the answer is هوایی now you must find some box for me میگه یعنی جوابش هوایی هستش یعنی اون جواب هوایی هستش حالا تو میتونی برای من چند تا هشاره پیدا کنی ببین the answer یعنی اون جواب is, هستش هوایی یعنی همون هوایی now یعنی الان you must یعنی تو, تو باید find پیدا کنی some باکس یعنی چند تا حشره فرمی برای من, من برابری میگه false said the spider the answer is why now you must find some, some box for me the spider climb on the bird's back یعنی اون انکبود رفت پشت پرنده منظور رفت پشت پرنده نشست ببین سپایدر یعنی اون انکبود کلایم میدونیم یعنی بالا رفتن دیگه یعنی بالا رفت on the bird's back روی پشت پرنده منظورش اینه که رفت پشت پرنده نشست ببین the spider climbed on the bird's back یعنی اون انکبود رفت پشت اون پرنده نشست they flew and ate bugs together یعنی اونا پرواز کردن و با هم دیگه حشره خوردن they flew یعنی اونا پرواز کردن and eight و خوردن bugs حشره ها together با هم دیگه they took a tour of the forest یعنی اونا یه سفری به جنگل کردن یا انجام دادن ببین کلمه tour به معنای تور هستش take a tour یعنی آه... یعنی به تور رفتن یا مثلا به گردش رفتن اوکی و گذشتش میشه توک تور اوکی اینجا میگه دی توک tour of the فورست یعنی اونها یه گردشی به جنگل رفتن یا توری به جنگل رفتن اوکی دن یعنی بعدش دی bird توک دی اسپایدر هوم یعنی اون پرنده اسپایدر یا هش... یا انکبوتو بردش خونه ببین دن یعنی بعدش درسته دن یعنی بعدش The bird یعنی اون پرنده took the spider home انکبوت بردش خونه اوکی okay? from that day on یعنی از اون روز به بعد اینه عبارت یاد بگیرید from that day on یعنی از اون روز به بعد they were friends یعنی اونا با هم دوست بودن they were اونا بودن friends دوستان they were friends یعنی دوست بودن اونا دوست بودن and they never try to eat each other again و اونا هرگز دیگه سعی نکردن که همدیگه رو بخورن ببین and یعنی و they never tried to اونا هرگز سعی نکردند که eat each other یعنی بخورن همدیگر رو again یعنی دوباره اوکی دوستان این پایان داستان درس شماره 20 و کتاب 4000 واژه بود بچه ها امیدوارم که این درس رو دوست داشته باشید اگه درس رو دوست داشتید و نکته جدید یاد گرفتید حتما ما لایک کنید و برای من حتما کامنت بذارید من حتما به همه کامنت ها پاسخ میدم و اگه تازه با کانال ما آشنا شدید این عکس معلم بالا میاد رو عکس من کلیک کنید یه گزینه سابسکرایب یا مشترک شدن داره که اگه رو اون کلیک کنید عضو به کانال ما میشید و این زنگوله هم رو کانال ما وجود داره که اگه رو اونم بزنید بلافاصله بعد از اینکه ما ویدیو منتشر می کنیم ویدیوها برای شما فرستاده میشه مرسی که تا این لحظه با بودید ممنون از شما روزتون بخیر خدا نگهدار